اگر اترا بگیر اگر اترا خانه خانه می جایم نشانه های اترا به نشانه می جایم بگیر اگر اترا خانه خانه می جایم نشانه های اترا به نشانه می جایم بگیر اگر اترا از هر سر کوی گذشته می بینم تو راز هر سر کوی گذشته می بینم تو راز هر سر کوی گذشته می بینم تو راز به نام خداوندی که ابتکار خلقت آفرید است لطفا. حضور شما را در این گرده همایی 11 سالگرد از روز شهادت برادرم نصرت پارساست از جانب خودم و به نمایندگی از مادر بزرگوارم سیما پارسا و همه فامیل‌های پارسا گرامی می‌دارم. بشکفت بار دیگر لاله رنگین مرار غنچه سرخ فروبسته دل باز شود. من نگویم که بهاری که گذشت آید باز روزگاری که به سر آمد آغاز شد روزگاری دیگری هست و بهاران دیگر. شاد بودن هنر است، شاد کردن هنر والاتر، لیک هرگز نپسندیم بخیش که چی یک شکلک بیجان شب روز بی خبر از همه خمزان باشیم. بی غمی عیب بزرگی است که دور از ما باد. زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست، هر کسی نغمه خود خواند و از صحنه رود. صحنه پیوسته و جاست، خورم آن صحنه که مردم بسپارند به یاد. صحنه هنر نصرت پارسا فراگیر صحنه هنر مردمش گردید که وجود شما بزرگواران در این شب یاد بود از او مصداق بر این ادعاست. میخواستم امشب از همه هنرمندان، شعرا، ادبا و سخنوران کشور دعوت به عمل آورم، ولی افسوس که خانه کوچک ما توان پذیرایی آن هم عزیزان را ندارد. از آن جایی که هنرمند متعلق به یک خانواده نبوده و از آن میهن و مردمش می باشد، نصرت پارسا هم متعلق به شماها، ملت و مملکتش بوده و خواهد بود. این شب با مناسبت یادبود از نصرت ما به شما و به خواست مادر داغ دیدم ترتیب شده که حضور شما باعث تزیین و آراستگی آن بشود. اگر تحفه از دنیای شعر، ادب، عرفان و هنر و منظور هدیه بروان نصرت عزیز با خود همراه آورده باشید، می توانید آن را به خواست خودتان از طریق همین میکروفون و کمره فیلمبرداری تقدیم بروی نصرت و عاشقان هنرش نمایید. از همه شما و خصوص از بزرگان ادب و هنر کشور ما که در این شب بدون کدام عذر دعوت ما را پذیرفتند اظهار امتنان میکنم. از محترمه خانم فریده انوری پیشوای دکلمه شعر دری، خانم کریمه ویدا شاعره شیرین سخن، خانم مهرنگیز هنرمند خوش آواز و محبوب همگان، از هنرمندان چیره دست شهیر پرآوازه و سابقه دار وطن محترم اکبر نایاب، محترم احمد شاه حسن،
محترم هاشم بها، محترم نعیم پوپل، محترم خلیل راغب و محترم احسان جانمان، از نوازندگان با استعداد غفور جان و میلاد یوسفی، از آوازخوان خوش‌صدا و معاصر کشور فهیم یوسفزای، شکیب جان علومی مجری و مرتب برنامه تلویزیونی گلخوشه ها و از استاد گرامی خانم مهوش که نتوانستن به خاطر مریضی که عاید حالشان شده بود امشب با ما باشند، یک بار دیگر تشکر می نمایم. ناگفته نباید گذاشت آقای محترم نبیل امین مسکینیار که به خاطر مسافرتشان به نیویورک نتوانستن امشب با ما باشند، یکی از حامیان هنر نصرت پارسا بوده، از طریق برنامه های تلویزیونی، کنسرت و محافل خصوصی او را تشویق و هنرش را تبلیغ نموده است. به احساس نیکشان سپاس می گذارم. حالا یک برنامه تصویری را که توسط خواهرم دکتر لیلی سرفراز، برادرم حمید پارسا، پسر خالم حکیم سنان و یاد بود از نصرت عزیز ما ترتیب شده، با هم دیده لحظات بعدی این با هم بودن را به اختیار شما بزرگان هنر و ادب می‌گذارم. گهی غزل خواندی، واه که چه پرکیف غزل خواندی، تو با غزلهایت بی دلانه ما را با مولانا با خود به سوی مولا بردی. رواق منظر چشم من آشیانه توست، کرم نما و فرودا که خانه خانه توست. بازای ساقیا که او خواه خدمتم، مشتاق بندگی و دعاگوی دولتم، زانجا که فیض جام سا Thank you.
ہے لیکن بجان و دل سے مقیمان ہے مشتاق بندگی و دعا کو زنین رفتی اما نگفتی چرا آخ که دنیا بی تو چه سرد و بیرنگ است غم دوری تو بر دنیای من چنان سایه افگنده گویی زمان از حرکت وایستاده بهار پیام خوش آمدنش را نمی دهد گلها برویم لبخند نمی زنند آفتاب گرمی و روشنی به دنیایم نمی بخشد شبهایم را مهتاب روشن نمی کند اما خاطرات خوش و شیرینت که لحظه هایم را پر کرده اند و چون نفس عادتم شده اند ضعیفان زمان را به حرکت می آورند خاطراتت به یاد دارم آن روز زیبای پاییز را که آفتاب جلایش دیگری داشت دنیا رنگ طلایی به خود گرفته بود روزی که تو چشم به جهان گشودی و در خانه من چون چراغی تابیدی در گهواره تپیدنهایت را به یاد دارم طفلانه خنده هایت گریه هایت و آواز کشیدن هایت را به یاد دارم انگار که موسیقی همان زمان در وجودت در رگ و خونت دمیدن گرفت چه زود ترک گهواره کردی به پا برخاستی قدم برداشتی افتادی برخاستی دویدی پا به مدرسه گذاشتی هنوز چند حرفی از کتاب مدرسه نیاموخته بودی که آواز برآوردی تو خواندی تو کودکانه چه زیبا و چه سریده خواندی کوچک نصرت پرسا نصرت جان به پروگرام ما خوش آمدید چطور هستی؟ صحتت خوب است؟ خب نصرت جان سال نو بر تبریک میگم با شما به تبریک میگم نصرت جان پارچه آهنگ را که میخوانی چی است معرفی میکنی؟ ای پادشاهی خوبان خاندان آمازه خب در نوختان آرمینی ها کی امروی میکنی؟ خودت می نوازی بسیار خوب خب نصرت جان خواهی خودت بشی پشت ارمنیه و باید بگویم که در قسمت نواختن تبله احمد سیر تا به حال هم امرهی کده و آله هم با نصرت جان یک جا او را امرهی می کنه ای پادشاهی با ای
رفیق عزیزت را چو خود به پختگی رساندی. Thank you.
روزی شنیدم که بار سفر بستی، گفتی سفر کوتاه است و زود بر می گردی. ای فای ای وای، ای کاش پی می بردم که قصد برگشت نداری. اشکهایم را صد راحت می کردم، اشکهایی که کنون بی باکانه به دنبالت روانند اما به تو نمی رسند. همه جا تو را می جویم، به هر سوی نظر می افکنم، چهره زیبای تو را می بینم، به هر طرف گوش می دهم، صدای دلنشین تو را می شنوم. همه جا هر طرف، اما تو هیچ جا نیستی، تو رفتی و بر نگشتی، تو رفتی اما نگفتی چرا. کسایی که در اینجا نیستم، از طرف فامیلم 11 سال شهادت نصرت پارسا را و مادر بزرگوارشم که این افتخار را به من بخشیدن و من هم بچه خواندن که مادر خود من هم هستم، برای تمام فامیل نازنین پارسا تسلیت میگم، روح شاد و یادش گرامی باد. من خودم شخصا به قدر کافی وقتی کلیپا را دیدم گریه کردم، ولی اما کمی خواستم بفهمم از نجیب جان سوال کنم که این کلیپ ها را کی درست کرده بوده و بیستوری از این طرف کی بوده؟ تمامش ترتیب و تنظیمش با سلام سناریویش کلش بار هتل ایدی پارسی نصر پراس بیده ترتیب کردم و برادر بامین پارسا هم رایش کمک بودن و بچه خالم حکیم سنان ویدیوگرافی شکردم، آواز بکراند هم ازم چیره این پرنز لیمی. واقعا که لیلی جان هم خودشان یک هنرمند هستند، بسیار با احساس خواندن اشعار زیبا را، بسیار مقبول بود، بسیار زیبا بود. عاشق نشدی زاهد دیوانه چی میدانی، در شعله نرقصیدی پروانه چی میدانی. عاشق نشدی زاهد دیوانه چی میدانی، در شعله نرسیدی پروانه چی میدانی، پروانه چی میدانی، در شعله نرسیدی پروانه چی میدانی. عاشق نشدی la presa en maestro.
شد سازن جان من لبریز مهم ها شد سازن جان من خندیدی و بگذشتی خندیدی و بگذشتی خندیدی و بگذشتی پیمانا چی بدانی در شعله نرسیدی یک سلسل ریوانا افسون نگاهی تو یک سلسل ریوانا افسون نگاهی تو ای غافل از آجادو افسانه چی بدانی عاشق نشدی زایه تو سنگ سیاه بسی من چشم سیاهی تو سنگ سیاه بسی من چشم سیاهی مقصود یکی باشه مقصود یکی باشه بگانه چه میدانی عاشق نشدی زایه دیوانه چی میدانی در شده ما برای نصرت جان که متاسفانه آشنایی از موزیک نداشت اما هنرش همیشه میشنیدون لابلای تلویزیون و رادیو خداوند روحش شاد داشته باشد به افتخار است که امشب به این مجلس یادبود شرکت دارد تو ماهی آسمانی فراغ رفتشونی کشونی برایم بهترین بهترمانی برایم بهترین بهترمانی تو ماه آسمانی تو ماه آسمانی فروغ کشونی فروغ کشونی برایم بهترین
آتش بگیر تا بدانی چی میکشم، آتش بگیر تا بدانی چی میکشم، احساس سوختن و تماشا میکشم. یز سلده های فانی رو میمون از روز باقیم زمینی که آتش درشون میسوزن او بهتر میدن سوختن. ما همه تماشاگرهای هستیم که یکی آتش میبینیم که میسوزن، ولی او کسی به خوبی آتش هست نجیب جمال پارسا هست و زیل خانه و خانواده ایش هست که واکن کرد بیت مردیو داره در فامیل خود از دست دادن که واکن تلافی کردن ازو و یا پس دوباره آوردن ازو محال هست. خب یه همه حرفا به خاطر از یه هست که من هم یکی این کسای استم که میتونم که این سوختن چطور هست، چون او همون نرمان بود من همون نرمان هست و بگرم که مدام میگه بکنم که کمولی یک هنرمند در این جامعه که نیستی امروز ما هستیم به توی یک هنرمند واقعا بسیار از شما رو هم بسیار مشکل هست و همون کشت بودیم کسایی که داریم ما رو نگاه بکنیم و برای ما هر که بذاریم و واقعا خط شما بکنیم. باز اگر هر کنم از این ارتدان نخواستنه باشه او وقت باز دیر خواهید که تأسف بکنیم. بسیار جای تشکل و تشکل کردیم شما این شعری بسیار خوب فانی هست. باز هم میگه که فانی در تیره شبان گرچه فتادی زنه در، فانی در تیره شبان گرچه فتادی زنه در، قاصد صبحی و فردا به نظر میایی. خب آل امروز ما بیدیم که نصرت کی بود ولی دیر از ایش روز ای فهمیدن به درد نمیخورن روزمانی که بود مثل دیر میاد ما خیشت ببینین یه چی نفس من خیلی من Thank you.
ذاتش خرد بر پای اگر رسد خسه به قهر دریا. انسان هنوز قادر به این نشده که بفهمد که او دوسته که هست میکنم و باز نیست میکنم. برای چی هست؟ چرا هست میکنم و چرا پس میگیرم؟ اصلا فلسفه از بد به پیدایش انسان این سوال چرخ میزنم و جواب نمیافرم. حالا چطور ما میتونیم که مرگ پارسار نصرت پارسار توجیه بکنیم که آمد خود معرفی کرد شناختیمش رفت. او مادر عزیزه که عزیز را از دست داده چطور ما میتونیم که تسلی بدیم حتی بعد از 11 سال؟ اما او دوست کی هست؟ او دوست که می آفرینه و می گیره کی هست؟ شعری از سهراب سپیری را براتون می خوانم به یاد نصرت و برای مادرش که ببینه که او دوست کیست، چرا می آفریدن و چرا می گیرن. سهراب میگه که خانه دوست کجاست؟ در فلک بود که پرسید سوار. آسمان مکس کرد ره گذر شاخه نور که بلب داشت به تاریکی شنها بخشید.
و با انگشت نشان داد سپیدار و گفت نرسیده به درخت کوچه باغ است که از خواب خدا سبزتر است. می روی تا تای آن کوچه، پس به سمت گل تنهای می پیچی، خشخش می شنوی، خشخش می شنوی، کودک می بینی رفته از کاج بلند بالا، جوجه بردارد از لانه نور و از او می پرسی خانه دوست کجاست؟ به ترتیب می بینیم که چقدر پیچیده است. حتما بر دلیل می آفریدم و بر دلیل می گیرم، ولی ما نصرت همیشه به یاد خواهیم داشت، همیشه در دلهای ما جا خواهد داشت. هیچ وقت فراموش نمی کنم که وقت برای اولین بار به بیریا بر کنسرت آمد، شاید اولین کنسرتش در امریکا بود در بیریا، و ما در وقت یک رادیو داشتم. خب من نصرت مهمان کردم که بیایم و امروش صحبت بکنم. آمد. من بیشتر از این که عاشق صداش و هنرش شدم که بعدها شدم، بیشتر عاشق شخصیت و توازوی شدم. واقعا انسان عجیب بود که تا به امروز فراموشش نمی کنم. روانش شد. دوباره نصرت جان هنرش و شخصیتش بسیار بحثای بسیار بالا شد، و البته ما عاجز هستم به ای که ما راجع به نصرت جان بگویم، و تا جایی که خودم احساس میکنم یکی از هنرمندایی بوده که درخشید و ای که امروز در میان ما نیست، هنوز هم میدرخشد و قرنها میدرخشد و آواز هنرش جزء تاریخ موسیقی افغانستان است. و با فامیلشان نجیب جان و والد محترمشان البته و همه جمعی دوستای نزدیکاشان ای بسیار تسلیت برش عرض میکنیم یا میکنیم. دیگه ممکن است که یک چند کلمه که بسیار یا چند آهنگی که بر شما تقدیم میکنیم البته مورد دل شما باشه. هفته ها شد که 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 هفته ها هفته ها شد که هفته ها شد که هفته ها شد که بدلی ز دلم تک تک پای کسی بیاید هفته ها شد که بدلی
لیس دل تک تکی پای کسی میگای او بابا هنگ دلم گیز حبیبی تک تک پا هم زر رات وجودا بسدا آمده هست دل خاموش منی سان بسدا آمده هست هر ثانیه که از زندگی آدم همونطور زیاد شده میرم عمر آدم کم شده میرم اما منتها تجربه انسان زیاد شده میرم من یک وقت نظر جان رو میشنیدم بازم لذت میبردم اما خودم همون در اونطور جایی که باید یک مک باری گوشم با موسیقی آشنا باشم اما متاسفانه چرا درو خوبه نمیشد دیگه همه هم نمیشد اما منتها نظر جان پارسا خدا جانتا نصیبش بکنه یک قدر مقبول میخون یک قدر یک
یک از من خب بلکل برادر خورده ما دستان سال بود خانوادهشان برای ما بلکل خانواده ماست امی مود که می آمد امی هر چیز این امی من نمی پامده ماست کدام کمپیوتر هم نمود از کجا باید همه که دیده بوده که چقدر بود نام خدا ها این همی خوش لباس سنگین باشه در او سن سال اگه انسان سنگین باشه والا بسیار سخت است تا ما همی شعر درست کرده بودم چون که امار شما نمانیم مرگ امیه نا به هنگام امی جوان هنرمند ما که ما افتخار آشنایی را به خانوادهشون داشتیم به سال زیاد نجیب جان رفیق ما بود از افغانستان خود محترم پارسا صاحب و امی برادرهاشم اینجا که هستن و ایسان جان خند اینا را ایسان جان خند ما را اینجا دیده با باشم ما دروغ نمیگم من نجیب جان از افغانستان میشناختم نصر جان خند ما میشناختم به سال زیاد اما آفرین پشت از این انسان که چقدر زحمت کشیده بوده با خدای اگران خواندن های استاد خوده که غلام علی صاحب است میخوانه ما رو که در یوتیوب میبینم امی هرمونی نواختن از اینا و طرز خواندن غلام علی خان آسان کار میده با تو ای مادر غم دیدم و زمان سرات رفت و زیرم گشتی زمان و تو ای مادر غم دیدم و زمان سرات رفت و زیرم گشتی حافظش باشد و
گیرش با کنار از بردار دعا کن که خدا حافظش باشد و گیرنش با کنار دوستای عزیز به این پروگرام بسیار بخصوص خوش آمدین. این پروگرام بسیار پروگرام واقعا بخصوص است چون بخاطر مرحوم نصرالجان پارسا این پروگرام گرفته شده. ما اتفاقا امروی نصرالجان کدام آشنایی نداشتم، اما عاشق موزیکش و عاشق هنرش بودم و روح شاد خوشم. رفتنش یک واضی بسیار بزرگ هنری بود در جامعه هنری افغانستان بود و است و خواهد بود. دیگر روح شاد باشه. فقط یک آهنگ برتان میخوانم، خدا کنه که خوشتان بیاره. خیال روی تو دار up
هستی دیگر نمی آید صدای تو، مگر رفتی خدا حافظ. ستاره خفت هستم شد در آغوش سپیده یاد نمی آید صدای تو، مگر رفتی خدا حافظ.